اختلاف قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان از جمله اختلاف‌های تاریخی است که گویا قرار نیست هیچ وقت حل شود. ارمنستان و همسایه‌اش جمهوری آذربایجان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر قره‌باغ اختلاف داشتند و این اختلاف در چند نوبت به درگیری‌های خونین تبدیل شده است. جنگ 6 هفته‌ای این دو کشور بر سر این منطقه در سال 2020 منجر به کشته شدن چندین هزار نفر شد. اما جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه توانست برخی از مناطق اطراف و داخل این منطقه کوهستانی را پس بگیرد. در نزاع اخیر بین دو کشور، درگیری روسیه در اوکراین و تمرکز کامل این کشور بر جنگ تمام عیار خود در اروپا، دست بازیگران قفقاز را برای افزایش تنش‌ها و ایجاد درگیری بازگذاشته است. در درگیری‌های اخیر تعدادی کشته و زخمی شدند و سرنوشت این جنگ هنوز نامشخص است. با آغاز درگیری‌های مجدد، آژیر خطر در منطقه قره‌باغ به صدا درآمد. باکو دلیل حمله را مقابله با حضور ارتش ارمنستان در قره‌باغ می‌داند. نخست وزیر ارمنستان ادعا کرده که نیروهای این کشور نقشی در این درگیری‌ها نداشتند. نیکول پاشینیان همچنین جمهوری آذربایجان را به شروع یک عملیات زمینی با هدف پاکسازی قومی متهم کرد. پس از آغاز درگیری‌ها، اکنون گزارش شده که نیروهای ارمنی تبار این منطقه با شرایط روسیه برای آتش بس موافقت کردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این آتش بس پایدار نبوده و همچنان نگرانی از شروع دوباره و تداوم درگیری‌های خونین از بین نرفته است. بسیاری از نهادهای بین المللی، مقامهای کشورهای مختلف و سازمانهای حقوق بشری دو کشور را به خیشتنداری و پرهیز از جنگ و خونریزی فراخوانده است و نسبت به آثار تبعات منفی و مخرب این نزاع هشدار دادند. از جمله سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با ابراز نگرانی عمیق از تبعات ادامه جنگ بین آذربایجان و ارمنستان در سطح منطقه‌ای و بین المللی نسبت به پیامدهای این جنگ هشدار داده است. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگانتون. بزرگوارین. آقای دکتر، به نظر شما دستیابی به آتش بس پایدار میان آذربایجان و ارمنستان آیا ممکنه؟ بله، خدمت شما عرض کنم اطلاعات بسیار خوبی که شما بهش اشاره دارید. طبیعتاً با توجه به اینکه منطقه قفقاز، به ویژه قفقاز جنوبی که الان آذربایجان و ارمنستان در واقع تنشی رو در اونجا ما شاهدش هستیم، این منطقه حوزه بسیار وسیعی در رابطه با یا پتانسیل‌های خیلی خوبی در رابطه با مسائل اقتصادی داره، حوزه انرژی داره. بنابراین با توجه به اختلافی که پیش اومده، راه حلی که میشه در موردش فکر کرد اینه که باید معادلات سیاسی و اقتصادی بر معادلات نظامی ترجیح داده بشه، به دلیل اینکه در واقع منافع ملی ترکیه هستش که آذربایجان رو وادار کرده که جدا از تصرف بخش‌هایی از قره‌باغ نسبت به ایجاد کریدوری به نام زنگزور و ارتباط با نخجوان و طبیعتاً اتصال آسیای میانه به در واقع قفقاز و از اون طریق به اروپا، باکو رو متقاعد کرده که بتونه در این حوزه استراتژیک نقش فعالی داشته باشه. یکیش این امکان رو من میتونم بشمرم که باید منافع اقتصادی و سیاسی ترجیح داده بشه بر معادلات نظامی و اتفاقاتی که به صورت یک رقابت نظامی بین برخی کشورها اتفاق افتاده. دوم هم این که یک توافق جمعی در این منطقه باید شکل بگیره تحت عنوان امنیت جمعی که بتونه هم امنیت انتقال انرژی رو تأثیر بکنه، هم بر اختلافات تاریخی پایان بده. آثار منفی تداوم این درگیری ها چه چیزایی میتونه باشه؟ بفرمایید. ببینید، با توجه به این که من چون اشاره کردم به معادلات انرژی، اگر شما به تاریخچه ارتباطی که آذربایجان داشته برای انتقال نفت به اروپا دقت بکنید، خط لوله باکو تبریز جیهان که چندین سال یک پروژه در واقع پرهزینه‌ای هم بوده، ولی چون رقیب اصلی اون روس‌ها بودن و حتی خود ایران هم تلاش داشت که در اون معادله در واقع نقش پررنگی داشته باشه، البته ایران
یک همکاری های محدودی داشت، ولی این فضای رقابت در واقع ترک ها رو، دولت ترکیه رو به سمتی برد که با دولت آذربایجان به یک وضعیتی در واقع برسن که نظم جدیدی در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد بکنن. خطراتی که الان وجود داره اینه که تشدید فشار ترک ها روی آذربایجان باعث شده که هم معادله قره‌باغ در واقع میشه گفت با پررنگ شدن مسئله زنگزور به حاشیه بره و در واقع آذربایجان تلاش داره که مسئله ایجاد ارتباط یا کریدور ارتباطی با نخجوان رو از طریق زنگزور اینقدر در واقع پررنگ بکنه که حتی اهمیتش از مسائل تحت تصرف در منطقه قره‌باغ بیشتر شده. این یک بازی استراتژیک است. خطراتی که وجود داره اینه که منطقه بیشتر به سمت نظامیگری پیش خواهد رفت و شما اشاره داشتید که روسیه در به خاطر درگیری در معادلات اوکراین متاسفانه خیلی نمیتونه در اونجا نظم بیشتری رو حاکم بکنه. طبیعتاً فشار روی کشورهای منطقه به ویژه ایران خواهد بود که بتونه نظم مورد نظر خودش رو به لحاظ ایجاد امنیت در شمال این کشور، شمال ایران، برقرار بکنه. ولی اختلافاتی که الان وجود داره اینه که چند تا احتمال رو میشه داد. یکی اینه که یک کودتای علیه آقای پاشینیان صورت بگیره، چیزی که آذری ها دنبالش هستن، و به تدریج اون کانال زنگزور رو اگه تصرف بکنن حتی روی موجودیت دولت ارمنستان اینها دست خواهند گذاشت و این یکی از خطرات هست. سازمان ملل باید ورود بکنه. دوم این که حمله باکو به سیونیک و تشکیل دالان زنگزور میتونه تنش رو با ایران هم بیشتر بکنه. مسئله بعدی اینه که احتمال داره که این وضعیت نیروهای ناسیونالیست در واقع یا جنبه ناسیونالیستی رو در ارمنستان تقویت بکنه و حتی شیعیان آذربایجان هم نسبت به این افراطی‌گری الهام علیف و این جاه طلبی هاش اثرگذار باشن و معادلات داخل آذربایجان رو هم در واقع تحت شعاع قرار بده به لحاظ منفی. بنابراین من معتقدم که این سناریوها نتیجتاً اگر ادامه پیدا بکنه از طرف آقای الهام علیف، منطقه رو وارد فاز نظامی خواهد کرد و امنیت رو برای کشورها به خطر خواهد انداخت. آیا نقش دیگر کشورها و مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در پایان دادن به این درگیری ها میتونه مؤثر باشه؟ بله، سازمان ملل در واقع نظارت داشت روی توافقی که آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 داشتن. هر دو کشور همدیگر رو متهم به نقض توافقی میکنن که در سال 2020 اتفاق افتاده، یعنی اون امکانی که ارمنستان باید به آذربایجان میداد در باز کردن کانال لاچین خانکندی، و همچنین توافقی که آذری ها معتقدن که ارمنستان برای قبول ایجاد کانال زنگزور داده بود. ولی مسئله که اینجا وجود داره اینه که بله، مسئله انسانی الان مطرح هست. اتهاماتی علیه آذربایجان وجود داره که در منطقه تحت اشغال در واقع قره‌باغ داره پاکسازی قومی علیه ارمنی ها انجام میده. جلوی اینها رو باید نهادهای حقوق بشری بگیرن و من معتقدم که سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت باید ورود جدی‌تری داشته باشه نسبت به این مسئله. سپاسگزارم از شما دکتر. دکتر ابراهیمی روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما همراه بودند.